سلام، وقتتان بخیر. به محور خوش آمدید. من حامد بهرام هستم. برخی از چهره‌های سیاسی کشور میگویند در نتیجه حضور نظامیان خارجی در افغانستان و دو دهه جنگ در کشور هزاران تن کشته و زخمی شدند. آنان از این کشورها میخواهند تا به خانواده‌های آسیب دیده های جنگ دو دهه غرامت بپردازند. این چهره‌های سیاسی در حالی از جنایت جنگی و پرداخت غرامت به قربانیان جنگ 20 ساله سخن میزنند که در آخرین مورد کشور استرالیا از آغاز بررسی جنایت جنگی نیروهایش در افغانستان را آغاز کرده. اما پرسش این است که این خواست چهره‌های سیاسی مبنی بر پرداختن غرامت به قربانیان جنگ چقدر قابل پذیرش است؟ چقدر نیاز است تا جنگ 20 ساله افغانستان به گونه مستقلانه و بی‌طرفانه بررسی شود؟ چه کسی و کدام نهاد می‌تواند زمینه این بررسی را ایجاد کرده و آیا در نهایت عدالت آنچنانی که نیاز است تأمین خواهد شد و عاملان جنایت جنگی محاکمه خواهند شد یا خیر؟ و در این بحث بیشتر با مهمانان هم صحبت میکنم. در آقایان سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان، و همچنان حمیدالله هوتک، آگاه سیاسی که در سودی حضور یافتن، و همچنان آقای عبدالقیوم نکساد، معاون نهاد بدلون خورزنگ هم روی خط سکای مامت. لسانی مورن گرابی، سلام، وقتان بخیر، بسیار خوش آمدین. پیگیر سیبک، با شما آغاز بکنیم برنامه. خب دو سال گذشته ما نظرات گوناگون در رابطه و نقد نظرهای زیادی در رابطه با حضور 20 سال آمریکا در افغانستان داشتیم. مشخصا می‌خوام بپرسم که چگونه شد پس از دو سال شما اگر تمایلی داشتین و حضور آمریکا و کشور دیگر در افغانستان نقد کردین و خانه غرامت به قربانیان این جنگ شدین. سلام خدمت شما. وعلیکم السلام. و تک صاحب گرامی، نگزاد صاحب عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون پلو نیوز. گرچه در دوران جمهوریت هم ما جنایات جنگی که میشد از طریق تمام رسانه ها بیباکانه صحبت میکردیم، میگفتیم که در کدام ولایت چگونه جنایت ها شد، ولی از کجا آغاز شد؟ دوستای ما که دلندن هستن به نام شکر جان، یک دوست مکالم رایشان شما صحبت میکنین، اینا 5 سال پیش این پروسه را پیش برده بدن، دادخواهی میکردن، نه تنها دادخواهی که وکیل گرفته بودن، بالاخره بالای حکومت انگلیس فشار آوردن، اونا کمیسونی را ایجاد کردن در وزارت دفاع، 1800 فامیل معرفی کردن و 400 فامیل اونا مستحق دانستن، از اونا الهام گرفته. ما این گردمایی را سازماندهی کردیم تا صدای از اونا و صدای مردم افغانستان یک جای شده با گوش نه تنها انگلیس، با گوش امریکایی ها، با گوش استرالیایی ها، با گوش کانادایی ها، با گوش جرمن ها، با گوش فرانسوی ها، بالاخره با گوش تمام کشورهایی که عضو ناتو بودن و یا نبودن، داوطلبانه 100، 200، 300 از سرباز خود روان کرده بودن و اینجا مرتکب جنایات جنگی علیه مردم بیدفاع و بیگنای ما شدن. ما خواستیم که با طرف حکومت ها نمی بینیم، حکومت ها میرن میاین میرن میاین، دمی طول یک قرن اگر ما بسنجیم اکثریت حکومت های رو فراموش کردن. همی عوادث اتحاد شوروی که دیجه برآمدن، ببینین اصلا کس فریاد نکشید، وجودی که میلیون ها شهید، آوارت، یتیم، بیوزن، ولی کس صدا رو نکشید. بگیر تو فکر میکنین چقدر میتونه این صدایی که شما بلند کردین و با دوستان دیگر هم که در بیرون از افغانستان هستن هم نواشدین به خاطر حضور 20 سال کشورهای خارجی در افغانستانی که جنایت هم مرتکب شدن، صدای شما شنیده شد و تغییر بیاید. ما مبارزات در گذشته هم دیدیم، فکر میکنین که بار تغییر به وجود میاد؟ کشورهای دیگر میشنون صدای شما را؟ ببینید، ببینید، نهادهای دیگری که هستند حتمی میشنون. نگفتین چرا؟ ببینید، دو نفر در لندن صدا را بلند بکدن، بیشتر نام گرفتم، بله، اونجا کمیسیون ایجاد شد، وزارت دفاع مجبور شد کمیسیون ایجاد بکنه و 400 فامیل اونا مستحق دانستن. اونا باز خودشون معلومات میده که از کدام سال تا به کدام سال، بله. چرا این کار امریکایی ها نمیکنه با وجودی که بسیار جنایت جنگی را کردن در افغانستان؟
بسیار زیاد. دو دستگی هم در این اساس استرالیام گفتن که آغاز کردن این روند بررسی میکنن جنایت جنگی را نیروهایشون در افغانستان. با شما از استرالیام صحبت کردین، ما در آخر گزارش هم داشتیم. کشورهای دیگری که مثلا خود آمریکا که به سرکردگی در رأس ناتو قرار داشتن آمدن، چرا آماده از این نیست که بپذیره که جنایت جنگی صورت گیره؟ حداقل پاسخگو باشه. ما چرا صدا را بلند کردیم از داخل افغانستان؟ این شاید اولین بار بوده باشه که از افغانستان صدا چرا بگونی فردی بلند شده بود، اونی که در کرده همین صورت میگیره ولی متفاوتر بود کی به گوش امریکایی ها برسه. او رسانه ها از بی بی سی بود، از الجزیره و از تمام رسانه ها اوجا حضور داشتن. طبیعی که صدا برشان میرسه و اونا میفهمن که این بار معامله ما با مردم افغانستان است، نه با حکومت ها که ما هر امضای کرد کس بکنه به نمایندگی مردم افغانستان و دو خون مردم افغانستان در نظر گرفته نباشه، ولو به هر قیمت که باشه. درست. این قابل بخشش نیست برای مردم افغانستان. ما نمیتونیم که خون مردم افغانستان به قدرت تعویض بکنیم مثل که سابق شده. امروز حکومت کس به رسمیت نمیشناسه، صدای از نار کس نمیشنه و یا نخواستن و یا نمیخواین، ولی مردم افغانستان نباید خاموش باشه دیگه. درست. مثل دیروز و روز سالهای گذشته، امروز مردم افغانستان میخواین که کشورهایی که قطعات نظامی در افغانستان اینجا جنایت کردن اونا باید جوابگوی باشن پیش مردم افغانستان. بسیار زیاد شکر پیگیرسی برمیگردم. متاسف به عزیز شما آخری بار که حال سکوت شکست، مردم خواستار عزیز شدن که جنایت جنگی کشورهای دیگر به ویژه آمریکا در افغانستان بررسی شود و این کشورها پاسخگو باید دانسته شود. چرا آمدن به افغانستان، چی کردن؟ فکر میکنین این بار چقدر صدا قوی تر هست؟ چقدر چگونه این صدا شنیده میشه؟ این فکر میکنین آمریکا حاضر هست پاسخگو باشه با آنچه که کردن در افغانستان؟ شغل نگزاد صاحب تا و پیگیر صاحب تا سلامونه نیکیل ورندی کوم. وعلیکم السلام. پدیک شک نسته تر هر څه خمخ کې خوزه د شغل ورور نگزاد صاحب څخه او د افغان صاحب څخه ډیره مننه کوم، تشکر کوم. کور ودانۍ ورته وایم چې خپل د مظلوم اولس ژغې په خارجي سټیج باندې راته پورته کوي او هلته یې ډېر زحمتونه وایستله، حتی دا ټول مصارف دوی د خپله جیبه څخه کوي. نو دغه څیرې د قدر وړ دي او د درنښت وړ دي. بیا هم ځینې مننه کوم. راځو ستا د سوال برخې ته. په دې کې شک نسته، هر وخت چې اولس بیدار سي، ویښ سي، وغواړي چې خپل اواز تر یو ځایه ورسوي، امکان نه لري چې د اواز ونه رسېږي. او هر وخت چې موږ تاسې ګورو د حق چا ته دغسې په تحفه کې نه دی وروړی کور ته، یا په خپل سر نه دی وروړی چې دا ستا حق دی په ما باندې دا واخله. نو حق اخیستل کیږي، باید غوښتنه وسي. څو چانسه دي دلته. یو چانس دا دی چې په مخکې نظام کې چې به پایګیر صاحب ډېر جزئیات وویله، په مخکې نظام کې چې به جمهوریت په وخت کې چې به داسې پیښې وسولې، اکثره د حکومت غړو به ویله چې تاسو خارجان مه یادوئ او تاسی دا ټینګې نیوکې ولې کوئ. یعنی د دوی سره دوستانه وه، ملت وژل کېدی نه د حکومت اکثریت غړي د خپل ملت په غم کې وه او امریکایان خوجه کې نقد بشه بر امریکا باشه، بر کسایی که در داخل افغانستان دستگیری کردن دست یاری دادن به اونا، باید نقد بر اونا باشن. په دې کې شک نسته. اوس چې موږ ته موکا په لاس راغلې ده د افغانستان اولس ته چې خپل ږغ اوچت کړي، اوس خو رسنۍ موږ چې دا هر وخت په خپل اوسنی حکومت باندې ږغ کوو چې تاسې هڅه وکئ چې رسنۍ تقویه کړئ، تاسې هڅه وکئ چې د میډیا پر مخ ظاهر سئ، د تلویزیون کیمرو ته ظاهر سئ، تاسې هڅه وکئ چې د ټولو رسنیو څخه هر یو ځای، هر یو ولایت چې نوی والی مقرریږي، وزیر مقرریږي، یا کارونه مخ ته بیایي، یا سرکونه جوړي، د میډیا څخه یا د رسنیو څخه یو ټیم سیار ټیمونه لري، هغه دعوت کوي تر څو چې زموږ دغه کارنامې یا د دې حکومت دغه کارنامې ښه کارکردګي نړیوالو ته هم معلومې سي او ولسونو ته هم معلومې سي. خو متاسفانه چې بعضې څیرې د ګوتو په شمېر شته چې د رسنۍ او د تلویزیون یا د میډیا مخالف دي. خو انشاءالله هغه ډېر کم دي. په دې حکومت کې، په دې حکومت کې شته، انشاءالله هغه کم دي. اوس دوی په دې هم پوهېدلی دي چې رښتیا هم رسنۍ یا میډیا د یو حکومت ژبه ده.
کچیری ژب د یو چا چلیدله نو انشاءالله هغه خپل ځان ته روزي او نفقه هم پیدا کولی سي. اوس مطلب مې په دې کې و د رسنیو څخه اوس په رسنیو ما او تا شاهدان یاست ومولیدله چې د خارجي قواو هغه عساکر یا جنرالان یا قومندانان یا هغه څوک چې قومنده یې ورتر غاړي وه د ناټو تر عنوان لاندې په خپل ځان باندې کرار کرار عریضې کوي په خارج کې، وای هو موږ دغه غیر قانوني غیر بشري کړنه کړې ده په افغانستان کې، حتی دا یې ولیدي چې موږ د افغانانو پر وژنه باندې خوند اخیستی، بعضو سرتیرو یې دا هم ویلي دي چې موږ نور ستړي سولو چې افغانان مړه کړو، بېګناه افغانان مړه کړو. او دلته هغه ژوندی شاید خپله خلیلزاد دی چې خلیلزاد د امریکا خاص استازی، هغه هم تقریبا میاشت بیا نه یې پوره چې ما ته د امریکا یا د ناټو قومندانانو یا عسکر وویل چې موږ د افغانانو په مرګ باندې ستړي سولو، نور موږ څه وکړو. او کله چې ښاغلی کرزی صاحب د مور بم په نامه باندې په ننګرهار ولایت کې استعمال شو او یا امریکا خپل هغه اتمي سلاوي دلته ازموینه کوي، نو کرزی صاحب مقابل کې ودرېد. نقش کشورهای دیگر یا در کل نهادهای جهانی درست بفرمایئ تاسو. اوس د تیر حکومت د غړو څخه هم هغه کره شواهد موجود دي او د ښاغلي کرزی صاحب په دفتر کې به خامخا وي. موږ د کرزی صاحب څخه هم غواړو، د دفتر څخه هم غواړو هر هغه اسناد چې دوی ماسق اسناد لري، پرزن ولی دوی خو حکومت پراس کې و او هر څه د دوی په لاس کې و، هغه نړیوالو ته وړاندې کړي او موږ ته هم راکړي. اوس خو موږ په دې اوبو باندې یا په دې لامبو باندې ګډ شولو، نو دا ږغ باید تر یو ځایه ورسوو. شکر الحمدلله افغانان هلته موجود دي چې دا ږغ یې رسولی دی، او چې دا دوه اشخاص و چې یادونه مې وکړله، او د نورو افغانانو څخه هم غواړم دوی ډېر لاسرسی لري تر موږ چې هغه دغه ږغ راسره بدرګه کړي او د حکومت په شمول ضرور زموږ اوسنی حکومت دی چې زموږ ږغونه یعنی د خپل اولس ږغ بدرګه کړي. هغه د بشري ضد جنایات چې دلته ترسره شوي دي، د جنګي ضد جنایات چې دلته ترسره شوي دي، باید د دې هغه اسناد چې د دوی په لاس کې دي، ماسق اسناد په لاس کې دي، هغه موږ او جناب نیکزاد صاحب دوی ته په لاس کې ورته ورکړي. بسیار زیات شکر وتاسې برمیګردم پرچې دیگر هم درم. نیکزاد صاحب وختتون بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. پس شما میخوایم در رابطه با حضور 20 ساله آمریکا و کشورهای ناتو در افغانستان بدانیم و در همین حال شما روندی که در پیش گرفتین چقدر موثر بوده اینجای کار، چقدر تونستین تغییر ایجاد بکنین، چقدر تونستین دستاورد داشته باشین؟ بله سلام با شما، تاسو ته او تاسو درانو لیدونکو اوریدونکو ته، او جناب محترم پیگیر صاحب او تاکس محترم ته زه خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم. ما بسیار یا خبر خوشی که ما طریق تلویزیون شما برای ملت مظلوم افغانستان داریم که ما و صدای حق هزار در لندن برای وکیل ما کیس داده بودیم. خوشخبری است که او کیس 400 تا 460 نفر فامیل یا کرده، این یک بزرگترین پیشرفت و کار ماست که در لندن صورت گرفته. و میخوایم بیشتر بدانیم نگزاد سوینا را اوجا به عنوان مهاجرین پذیرفتن یا به عنوان قربانیان جنگی پذیرفتن ای که غرامت برشون پرداخته، چگونه پذیرفتن؟ نه اونا غرامت از یارم بپردازه بخاطر از اینکه ما را که به هزارها کیس ما بسیار زحمت کشیدیم. تقریبا مثل که پیگیر بطرم گفتن 5 سال پیش ما جریان شروع کرده بودیم، باز ما تانستیم که یک وکیل موفق خوب را پیدا کنیم که در این رسه کار کرده بود. دیر کارون و افغانستان تا پخام یا تو کیس در موفق شوه و او در فلسطین و از نور ملکو کیسون هم در گتلی دی، نو مو در سر اپو موفق ورسودو. نو در میخوام بپرسم نگزاد صاحب چگونه انگیزه خلق شد، چگونه آغاز کردن به روند و تا اینجای کار کیو هستن همراهتون، چگونه مستندسازی کردین از واقعیت های افغانستان از آنچه که در افغانستان رخ داد؟ ما در افغانستان، ما از افغانستان هستیم که ما در خارج زندگی میکنیم، ما فامیل ما در افغانستان است، ما دوستای ما قارب ما کلش در افغانستان است. ما امروز ما تلفنی تماس بودیم و ما میدیدیم اشغال امریکا را که در افغانستان 20 سال بود، اون ظلم را که در افغانستان کرده فکر کنم در ویتنام و در هیچ کشور نکرده اینا.
خصوصا انگلیس شبانه که مثلا حمله شبانه میکرد، خانه مردم را تراشی میکرد، ما راستی بسیار درد احساس میکردیم. اصلا نمیتونستیم که با صورت خوب زندگی خود اینجا پیش بریم. فکر ما میشته و کشور ما نگزاد سبا یا پرونده های دیگری هم هستن که زیر بررسی هستن از سوی کشور یا از طرف لندن، ای که خب شما چیزایی که اشاره کردین یا تعداد که آمار که دادین 450 اضافه تر از 450، اینا یک نمونه هایی از جنایت های جنگی هستن. بیشتر هم گزارش ها که ازی هستن که بسیاری هم هنوز هم مخفی ماندن، آشکار نشدن. پرونده های هنوز هم تحت بررسی قرار دارن؟ بله، که اجازه را که زد اقا مختصرم دست رازمه بفرمه زرهاو کسون پلو کچول کردی، زرهاو کسون مو سره دی، اقا کسون دی وکیل سره سب دی، دی دوی نوم و دی دوی اقا ولایت که کما قریه و لسوالی شده موقع تا فرمون جل کردی، اقا شستون پکی دی شواهد لری، گیر قوی اسناد لری. مونگ دی بودجه دی کموالی خطرانو شو کولی دی چول کسون یا مخته کو چه اغا بودیجا مونه ورطا داره، زکر مون کم کم کسونه ورطا مخته کول او اغا کسونه چه وکیل موفق شه چه دوی تا قناعت ورکی چه دا اغا یو کمیسون ورطا ایجاد شه دی پلاتن کمیسون بعد اغا نوزر دفاع دو منه لی اغا ورطا درانا کمیسون پیشنهاد وکا چه دا اغا چو سوا کسه چه دی اول دو نیم سوا و تقریبا سلو نیم سوا نم دیر شو دی و راست پوره دیدی گی زکر مون پومنس که در امگره یو بلا خریام اساسا پیدا شوی دولتی انگلیسی ده آقا پوشش در خلق در کسون گتی افغان خلکو تا دوی پا آقا دی در یمگره خریه مسلسه دولتی راقلا دی دی وکیل مصرف پا غار واقسته واس مون در دیر کار اصنه که گی چه مون در نور کسون ور بنده مکمه تا مخته کو او در خلکو تا در آقا ور تا ور ورسه و او در بخش که مون در واس پر در مصرف هم شکر جان افغان دیر زحماتی از سره در پیسی ورطا چه حکومه امکاناتی ورطا برابر کردی و در اطلو سپوری ورکوله درست. او پاینده که مون امریکا و در استرالیا و در آلین جرمنی فرانسه کم وکیلان مون لرو خبر مرسر کردی دی اگریمن مرسر لکل دی فقط کار من نده شروع کردی اغت بودی جان لرو چه کل مون سره در افغان تجاران افغانستان که ملی شخصیتون در چه سره امغاگی شی او دتا مونگ بودی جوله رو چه اتا ورسی که چه درمگر حالتا پیدا شی چه اغم مصرف وار که بیاغا پیسی مونه چلو ووز فقط اغا پیسی دی وکیل و اکاونت دی چلوال خطره چه موگ اغا قضی مختبوز و نور ملکو که اغا مو بدیجا نلرو خو انگلیس که مو ووز اغا کم بدیجا مشوار کرد اغا بکر اغا تمام شد او دست در اوکیس قبول شد انشالله دیر زر نگده ورازو که بلخ خبرم تاسته اوله رو بسیار زیاد چکر نگزاسه برمیگردم به شما پگیر سیب. شما روز گذاشته تاکید بیشتر بر پرداخت غرامت کردین، هرچند نگزاسه به اشاره کردن اونجا 400 یک تعداد از خانواده ها غرامت برشون پرداخته شده، فکر میکنین که در کل جنایتی که صورت گرفته در افغانستان این کشورها آماده هستن این غرامت رو بپردازن؟ یا اولا فکر میکنین نیاز است که همه ابعاد جنگ 20 ساله افغانستان بررسی شه بعدشون غرامت پرداخته؟ ببینین اول خو دیروز از تمام رسانه ها یک دنیا سپاسگزاری میکنم، خصوصا از تلویزیون شما که برنامه را لایف رفتن مسئولیت بود، یک دنیا سپاسگزار هستم. و امروز من تصاویر را دیدم افغان صوبکی و من تصاویر زندگی خود روان کرد. باور به خدا کنین نه، یک طفل مریض داره همو چپرکت نداره در لندن، خودش چپرکت نداره. بسیاری افغانای ما بسیار متاسفانه کوتاه فکر هستن، وقت فکر میکنن دمی هر جای باید پول برشان باشه. این تصویرها رو که دیدم نه، باور به خدا کنین که تمام روز من فکر میکردم. ولی ببینین که نمیگم کالو چی کار میکنه و زمو پول امی وکیلا را میده، امی وکیلای بسیار قوی را گرفتن اونا که کیس اینا ببینین این آسان نیست که با یک کشور که در زندگی میکنی مهاجر هستی و همراه وزارت دفاعش و عارض باشی برای کشور عارض باشی بلد. و هم از خود نه، حق مردمه که اونا کشتن و بمبارد کردن حق از پیشی بخوای. به نظر من کار
آسان نیست که بسیاری افغانای ما فکر میکنن. این بسیار کار مشکل است و زندگی شما که دیدم امروز که اکثر ما دیدم باور به خدا کنه نه، ما گفتم به مشیری که خوردی رحمت، راستی که افغان هستی و افغانستان فراموش نکدی. و شما که سوال کردین که ببینید تا که طفل گریان نکنه مادر برش تا شیر نمیده. ما افغان ها چوب بودیم، هر کس میامد میکش، بمبارد میکرد، مادر بم، اسکاد، چیزی که بود سر ما استعمال میکرد، افغان ها خاموش. اونا که میرفت ما چک چک میکردیم، خوب شد که رفتیم. از قوانین بیخبر. یک چیز ظلم سر ما شد در 43 سال. ما یکانه چیز بزرگ که در کشور ما داریم، او قبرستانی هاست. هیچ چیز از اونا بر ما نمانده، بدون از قبرستانی ها. بنان این به این معنی نیست که ما یک بار این صدا رو کشیم دیگه خاموش میسازیم، نه. پیام ما ببینین یک افغانه که در لندن زندگی میکنه، طفل مریض داره و طفلش تا چپرکت نداره که استراحت شود، خوش شود و طفل هم به کلی فلج و او تلاش میکنه که حق دیگه هموطن خود بگیره، ولی ما میلیونرها داریم هم در افغانستان هم در خارج. چرا؟ چرا همی افغان ما را کمک نمی کنن؟ به خود از پول نتن. نگزاد صاحب همو شوت یا حساب بانکی همو وکیل می تن. راست برمو وکیل پول بتن که اونا وکیل دارن هم در امریکا هم در جرمنی به خاطر جنایت همگی کرده. و دیروز هم در صحبت خود گفتم این جرمن ها هیچ کس فراموش نکرده اطفال ما که تانکر تیل چپه شده بود و اونا از غریبی، از غربت، از بیچارگی میرفتن اونجا تیل میگره بمبارد کرد 120 نفر را کشتن. حالا فکر میگن چقدر فرصت مهیا است تا اینکه یک کمیسیون شکل بگیره یا نهادهای جهانی که هستن بیان در رابطه با 20 سال؟ نه نه نه، هیچ کس ما رو کمک کرده نمیتونه. ببینین خب اینا رو کس کدام نهاد جهانی اینا رو کمک کرده؟ هرگز نه. دو افغان میکانیزم باید باشه که میکانیزم میره شروع ما 460 فامیل ببینین اینا از طریق پیش میره. خیلی یا فشار آوردن نه، وکیل گرفتن بالای وزارت دفاع فشار آوردن، وزارت دفاع مجبور شد که کمیسیون جور بکنه. پس چرا یعنی افغان خوشبین هستن در نهایت عدالت تامین میشه؟ همین که تحقق پیدا میکنه باور کنین همین که یک فامیل ما بتانیم از انگلیسا رامت جنگی برشان بگیریم ما پیروز هستیم، ولی همروز 460 فامیل اونا اوکی کردن که ما میتیم. یک فامیلم با خاطر در تاریخ افغانستان اولین بار است که یک کشور حاضر میشه که بله ما کشتیم تاوان میتیم. و دیگه کشورها طرف انگلیس دیده، امریکا، فرانسه، استرالیا، شما خود در گزارش خود گفتین که اونا هم در صدد هستن که ایجاد کمیسیون بکنن تا بررسی بکنن. و طبیعی وقتی که بررسی میکنن اونا حتمی است که باید غرامت جنگی ها بپردازن. بله بسیار زیاد شکر پیگیری سپو تاکسی و عزیز شما. خب حالایی که جنایت جنگی در افغانستان شکل گرفته یا صورت گرفته نیاز است که بررسی شود. نهادهای جهانی هم شکل گرفتن بخاطر از این مسئله مسئولیت دارن. فکر میکنین در حال حاضر نهادی هم هست در سطح داخل یا در سطح جهان که بتونه مستقلانه و بی‌طرفانه آنچه در افغانستان رخ داده را بررسی بکنه؟ متاسفانه طول دزان دگرتو دپار افغانانو اغزینو افغانانو چې اوس په هیواد کې نسته او په تیر شل کلن جمهوری نظام کې موجود و او ډېرې غټې غټې اودې یې درلودې او ډېرې پیسې هم پیدا کړې. متاسفانه چې هغو په هغه وخت کې هم په سترګو باندې لیدله او په هغو کې داسې انسانان و چې خپله شعار ورکوئ ول غټ غټ بمان واچوئ دغه خارجانو ته یې ویل ول پر دغه کسانو پر دا کلو چې القاعده یا تروریستان دي پکښې غټ غټ بمان واچوي. او فکر میکنه حال چې خلر نیوز اسکا افغانستان ټول دامن امریکا رو بگیریم یا گردن امریکا رو بگیریم مو افغانای که زمین سوزی کردن باید گرفته شوه؟ یک دفعه دیگه تکرار. او فکر میکنه قبل از اینکه ما بریم از امریکا حساب بگیریم از افغانای که شما اشاره میکنین چه خلر نیوز به اونها حسابی شوه که چرا عامل بودن و چون این کار کردن؟ امی سوال اصلی میجاست. یک مسائل داخلی افغانستان است، یک مسائل با خارج است. خارجا که آمده بود ما به
کشتن و مردن و زدن و دایی بیخی علی عادی شده افغانه خوامی بدبختی است که افغانستان امیت شده دین روز چکری سیب دامی کابل است صحیحسته؟ بله یک روز شما دعوتشم بیتی یک قصه میکنه شاید علیم دایی تو باش همی مسائلشا عبیبلا هوتک از پیش شنپرسان میکنه در لندن یک قصه کد که از پغمان از طرف پغمان میامدیم دامی ابشار که رسیدیم یک چکپایت مجاهدین بود دامی تلاشی مجاهدین بود گفت ما را استاد کرد گفت استاد کرد گفتیم چرا اجازه نمیتی ول راتوی ویلی چی دلت استاد خلیلی ولار دی او داد استاد خلیلی خلق دی و دوی پشاس ولا الته یو څه څه موړي پراته دي نو ستا ژوند ته هم خطر دی یا نورو خلکو ته هم خطر دی هغه استاد ژوندی وه چې دلته به اشرف غني ماوا ورکوله ټولو به ورکوله چې دا پلانی استاد دی ول ما په دې خپلو سترګو وویل هغه مجاهدینو راته وویل چې ته راسه په دا خوشحال خان کې دلته څو څانونه دي څاګانې ایستلې دي دغه استاد چې موږ په درانه نامه هم ورته وایو استاد خلیلي ول دې به دغه پښتانه وژل بیا به په بوجوی کې بندول او دا څاته بیا وراچول د شاهدي ورکړه چې اشهد بالله زه شاهد یم ولا خلکو وروستلم او دې څانانو ته یې ودرولم یو بل ول دغه استاد خلیلي خپله کرت و جیب ته اچولی دی چه شي کرت یا کرت یې جیب ته اچولی و دام ول دغو خلکو کیسه راته کول تاسو چکري صاحب راوغواړئ درست ول چیرې چې به خلک په تلاشی کې ګیرول پښتنو ته بیا یا دا ډېره مهمه خبره ده هغه ستا سوال ته راځم ول پښتانه ته بیا ویل چې دا څه شی دی پښتانه تبن کورت وایي د ژبې پر سر یادوي چې قرت مې وویل ول دا علاقه چې قرت مې وویل ول دا چپاکې بوجۍ ته واچوبرمیګردیم تاکسی بسیار زیات تشکر و از آن بینده وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم به ادامه محور و ادامه محور خوش اومده و تاکسی به ادامه صحبت های شما رو میشنیم بفرمایید یو خو زموج او د خارجانو جنگ دی د افغانانو چې کم افغانان خارجانو وجلی دی یو کچیری په کور دننه کې دا وڅیړو او داسې یو محکمه پیدا سي خدای دې هغه ورځ راولي خو دلته دغه صاحبان چې ورسره دي د دا اوس حکومت په شمول دا هم دغسې بری نه پاته کېږي یعنی افغانان هر چا وژلي مطلب مې دا دی چې افغانان هر چا وژلي دي موږ تاسې شهیدان یاست 70000 کشته شد د هر طرف جنایت جنګي کردن اوس موږ د دې توان نه لرو چې دننه په هیواد کې موږ سپین او تور سره معلوم کړو اوس موږ خپله سره جوړېدلی سو زموږ رواجونه هم سته قرآن هم دغسې وایي زموږ دین او مذهب هم وایي بیا یو څوک ننواتې ورځي بیا یې بخښي بیا څنګه بیا څنګه خارجي تا لره د خیره ته خو په القاعده او په تروریست پسې راغلی وې تا ولې زه وژولم تو خو د افغانستان په ابادۍ پسې راغلی وې تا ولې زه وژولم دین دې راسره شریک دی کلتور دې راسره شریک دی خاوره دې راسره شریک ده پر پټي دې راسره جنګ و پر څه شي تا خو د بشر د حقوقو تر عنوان لاندې راغلی وې بیا دې ولې زه وژلی یم نو دا زموږ حق جوړېږي چې اولس راپورته سي اولس خپل غږ راپورته کړي د حکومتونو دا نه اورېدل کېږي تر څو چې ولس بیدار ویښ سي راپورته سي بیا انشاءالله دا غږ اورېدل کېږي اوس شکر الحمدلله څلور سوه یا زیاتو کم هغه دی جناب نیکزاد صاحب وویله خدای دې دوی ته خیرونه و اجرونه ورکړي انشاءالله په موږ چې داخل په افغانستان کې کېږي موږ هم چوپ نه پاته کېږو خپل غږونه راپورته کوو دوی ته دې خدای بری ورکړي چې نور هم دغسې وکړي دا د دوی د قانون مطابق موږ د افغانستان د افغانانو د نحق وجلو د بی دفاع افغانانو د وجلو او د مظلوم انسانانو د وجلو د مایوب کولو د غرامت چینه غواړو کده د په قانون کې را دی کې کده د په قانون کې نه خو زورور دی په زور یې موږ مړه کړو بیا یې هم نه جینه غواړو بسیار زیاد شکر و تاکسی برمیگردم نگزاد سه بال هستید شما خب بیجا شمایی که تای پنج سال گذشته ایمیچوریان مبارزه میکردین دادخواهی میکردین و دست آوردن پیشتر شما اشاره کردین حالا که صدا از داخل افغانستان بلند میشه چقدر میتونه اثر گذار باشه بر کار شما و چقدر میتونه که قوی تر بسازه موقف شما رو در برابر حکومت هایی که حالا شما اونا رو مسئول میدونین در رابطه با جنایت های جنگی در افغانستان بله ډېره مننه زه یو ځلی بیا ځمه هغه پخواني سوال ته مې چې ما ځواب درکړه څلور سوه شپته یا تر پنځه سوه فامیله چې منل شوي د دوی غرامت موږ اوسه پورې نه دی ورکړی غرامت یې منل شوی دی یعنې پیسې خلکو ته نه دي ورغلي غرامت دلته منل شوی
وزارت دفاع ورته یو عادلانه کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه طریقه دوی ته څومره پیسې ورکوي، څومره کوم طریقې ورته لیږي، کمیونیټي څه رقم جوړیږي، افغانستان کې څه رقم تقسیمیږي، هغه بیا بعدي پلان دی. دوی فقط منلی دي او ورکړي چته نه دي پیسې، ځکه تاسو مخکې وویل چې هره کې داده شده برای ځوان برامد کې و گفته شدم مشخصم کردن موادش مشخص است چه زمان پرداخت میشه به غرامت گرفته شده داده نشده برای کسانی که اونجا بله بله قربانیان جنگ درست می جنگ شدن. و دومی که ما وکیل که تنها برای چیز نگرفتیم برای کسانی که خانه‌شان شبانه مثلا عمله شده سر خانهایشان، این برای متقاعدین هم هست، برای معلولین هم هست، در خلاصه در جنگ که که ضرر دیده و اوز بنیانه که بیگانه در بگرام شبها را سپری کرده. ما از فامیلا خود بسیاری جوان ها را داشتیم که پانتون می رفت، 5-6 سال در بندی خانه تیر کردن و بدن خبر هم نبود از اون تکلیف و روانی داره و غرامت و تکلیف و روانی از اون را باید بپردازه. چرا تکلیف و روانی؟ چرا زندان شده بود برای 6-7 سال؟ در خبر تا بیا مختص نور باسن هم پاینده کم کوله شو، ځکه دا جزئیات ته چلار شو ډیر وخت نسی. درست. افغانستان کې چې مونږ دغه تصمیمونه و چې پیګیر سره مونږ معرفي شو، مونږ د غرمان اروزو دغه و چې دغه اولین ځل افغانستان کې چې د غرامت جنگ غوښتنه شوې ده، او هغه چې حداقل منل شوې کیسونه چې دي دا مو ښه زیر خلکو ته افغانستان کې د افغانستان د من نه دغه پورته شي، د خپل د کابل نه پورته شي، خپل افغانان یې پورته کړي دغه په افغانستان کې. ګرچې موږ لندن کوم کولای شو، خو دغه لږ ډېر ښه رځي چې یو احترام هم وشي خلکو ته، او څوک چې افغانستان کې دي هغه په یو ټغر هلته نږدې سره ټولېدی هم شي، المطلب هم کولی شي، آینده کې بیا موږ سره همکاري کولی شو، موږ ته سره همکاري کولی شو. دا دروازه ټولو ته لرې ده چې موږ وکیلان لرو، دی فقط موږ سره همکاري شي، موږ دوی سره همکاري کوو، په ګډه کار سره کوو، کیسونه راټولوو، هغه کیسونه چې دي واقعا ثبت دي، رجستر دي، منل شوي دي، شواهد شاهدان لري، هغه به موږ محکمو کې وکیلانو ته ورکوو په هر مملکت کې هغه کار و مخته بیو. خو مقصد په مالی بخش کې باید افغانانو باندې پیګیر صاحب، وتاک صاحب، دغس نور دوستان، شریف صاحب چې پرون راغلی وو، دوی باید غږ ورباندې وکړي د افغانستان نه چې دوی خبرې دوی باندې ډېره اغېزه کوي، ځکه دوی منل شوي خلک دي، خلک یې پېژني. موږ خو راغلي دومره مباسه توان و چې دغه کار مو دغه ځای پورې راورسوو، آینده کې انشاءالله دی مونږ کار ادامه لري، دا د نوې ورځې کار د شاید کارونه وخت ونیسي. بله. نو موږ قدم چاته نه ورکوو چې دا ټول افغانستان کېس په انګلیس کې دغه کالګه اخیستی کېږي ورکولی کېږي، داسې نه ده. دا چې وزارت دفاع منلی دي دا څه وخت ورکوي دا موږ پر اړه نه لري، خو مقصد موږ خپله وظیفه مخې ته بیایو چې دغه دوی باندې کیسونه قبول کړو. درست. نگزات سبی که به شما 5 سال فعالیت کردین، بالا بیشتر هم تاکید شد و به پیگیر سبی مشوره کردن از وضعیت که شما مثلا در حال حاضر دارین، آیا نهادهای دیگر هم حاضر شدن ای که با توجه به پس منظر 5 سال شما بیان کمک بکنن با شما، دست شما رو بگیره، شانه با شانه با شما دادخواهی بکنه به مردم حداقل، یا زمینه سازی بکنه به خاطر تمویل شما حداقل از چون در قبایل از افغانستان نخیر در داخل افغانستان هم فقط زمین داخل که فقط نمی دیروز که شما 20 سال لطف کردین که همکاری هم کردین، ما بازم جان سپاس که پیگیر سه و تک سه و دوستای دیگه که حاضر بودن دیروز در اون کنفرانس، اینا فقط صدا را بلند کردن، کمک کردن و همراه ما یک جا شدن به اصطلاح. مگر خارج از افغانستان هیچ نهاد، هیچ حزب، هیچ ارگان، هیچ کدام کشور یا دولت همراه ما همکاری کرده، نه کمک کرده، نه ما امرایشان کدام ارتباط داریم. به خاطر که این کار ملت افغانستان است و کیسایشان ما فردی جمع کردیم، می تو اعلان نکردیم که در 34 کشور ولایت افغانستان ما اعلان کنیم که بیان که ما غرامت برتون میگیریم، و درستر هم نمیه به خاطر از اینکه وجای هم نمیگیره و وظیفه ملل متحد هم این نیست به حساب غرامت پرداختن از او، به خاطر که واسه خود وکیل داره یک کیسه برای 4 سال وقت میتونه میگه 4 سال بعد بیا که گپ بزنه. و با حین بررسی بین رویدادها به نگزات چه میخواییم میرم بدانیم که آیا به دولت بریتانیا هم مشکل تراشی میکنن، مانع ایجاد میکنن تا ای که بیشتر تلاش بکنن آنچه که آنان در افغانستان انجام دادن جلوه زیر بگیرن، چشم پوشی بکنن، چون این چیزا وجود داره؟
بله او تو وجود نداره فعلا، با خاطر که اول ما در میدیا اجازه نداشتیم، باز ما وکیلا گفتیم که ما را با در میدیا اجازه بدید، با خاطر که حداقل حق دقدار برسه، تو نشه که بدون در میدیا سرواگو پیشنهاد کردن که در میدیا باید چیز نشه، مثلا نشر نشه و ما یک کار میکنیم که چند کسی که هست برای ما یک چیز پول میتیم، ما گفتیم اینجا مسئله چند کس نیستن دیگه، تو ممانعت برای ما نشده که شما مثلا نکنین یا ما نمیخوایم بکنیم، با خاطر که یه حق ملت مظلوم بیچاره افغانستان است، بیرا کس پنهان کرده نمیتونه، چیز پنهان نیست، پولش موجود است، فلما موجود است، اینجا قانون است، بازار تفنگ ما نمیگیریم، خدا نخواسته که مقابل ما واقع خیزه کده مقصد من نشان بده، درست قانون موجود است، وکیل موجود است، پیمنت یا پول شدادیم، مقررات طبق مقررات وکیل. یک پرسش دیگه هم دارم نکزاد صاحب، ما در آخر دیدیم که شاهزاده بریتانیا آمد بسیار به افتخارانه هم در کتابشون ذکر کردن که افغان‌ها را حین ماموریتش در افغانستان کشتند و خب حالا در اینجا بودن، از هان آمد در اونجا چگونه هست؟ پس از اظهارات آیا نهادهایی بودن تلاش کردن تا اینکه جنایت‌های جنگی کشور حداقل همین کسی که اعتراف میکنه این را در افغانستان بررسی کنند؟ اعتراف اینا میکنه، بعضی وقت خانم خود بچه کوینم یک اعتراف کرد که منم معذرت میخوام، افتخار میکنم چند نفر که کشتیم آپارت کردیم، و اون مسائل که هست که مسائل به بسیار سیاسی میشه، باز برای ازو یک سیستم دیگه از دلندن او کسا را باز باید از طریق حکومت ها سفیرای کشور ها که میباشه از طریق از او مطلب میشه، و او یک پس یک کسی میزنه او را باز ما یک باید چیز نکنیم، به خاطر از این که ما در فکر ملت خود باید باشیم که ملت ما چرا ضرر دیده، ما اگر پشت کس حرف کسی که اینجا میزنه او خب چون خودش ادعا که میکنن به این خودش میتونه سرنخی از مسائل باشه که اونو انجام دادن در افغانستان، خودشون اعتراف میکنن که ما حالا چون این جنایت را انجام دادیم، کشتن کردیم، کشتیم مردم و افتخارم میکنن، درست اینا بعضی ها مریض هستن، بعضی هایش به خاطر مطرح بودنشان، بعضی ها اینا از دارن اینجا ازبای هستن که حتی مذهب ندارن، نو ریلیجن هستن، درست یک کار میکنه که او برای خودش فقط خوب معلوم میشه که بین می کارو بکنه، به خاطر اینجا میدیا آزاد است، هر کس هر چیزی که بگه ساده از یار مثلا انعکاس میده، برای مردم نشان میده. سپاسگزارم. در او گپا به خاطر زیاد خود دخیل نمیکنیم که ما با کارهایی که خود ما حق ماست، رای خوبش، رای آسانش که نمی از طریق وکیل شخصی است، و ما نمی کاره که بکنیم، ما خوبتر پیش میریم، ما زود اسادت و خشونت مقابل کس نشان نمیدیم. بسیار بسیار کار نگذارد سه بلی باور ندارد باز ما یک تیم دیگر درست کنیم، باز یک چند ناکمیسون درست کدازو مقابل کو کدازو تنه قلم قانون است اینجا بله میگردم نکتا سه پرس شده گم دارم بله همه چیز جمعوری کده بتونیم میشن و مطلب شوه بسیار جد سکر نگسید برامد برای مردم آن است که از کشورا گرفته شد. ممنون شما، سپاس گذارم. پیگیر سه پیشتر به اتکس بشارم کردن به مسئله داخلی هم اومده اینجا که خب حالا تا 45 سال جنگ داخلی در افغانستان، جنگایی که بود در افغانستان، جنگای داخلی هم بودن، حالا به هر حزب و هر کسی که داخل بودن در افغانستان حالا متهم به جنایت جنگی بودن و متهم به خونریزی بودن، وقتی رسیدن به قدرت خون ریختن، فکر میگن چقدر نیاز است حالا ای که یک کمیسیون شکل بگیره در داخل افغانستان، اول بررسی بکنیم که چی در داخل افغانستان رخ داد و عاملین که در داخل بودن اونا مثلا عدالت کشانده شد، بعضشون بریم و گریبان جهانیان بگیریم که چرا در افغانستان جنایت جنگی رو مرتکب شده. ببینین همین صحبت های دیروز مرگ بشنوید، ما آمدیم سر این جنایتکارای افغانی خودم ما آمدیم بله. ولی بدبختانه که امروز جنایتکار ما مسئولین امارت در گردن از او گله مندازه که ما به نام یک نام ماندیم در رسانه ها و بسیار مشهور شد به نام توق لعنت در گردن از او مندازه. این ما که تباه شدیم، برباد شدیم، این ماف ماف است. این 43 سال است ما یک دیگر ماف کده میریم، هر کس میایه متر ماف میکنم، تو مرا ماف میکنم، این ماف ماف است. جواب از این یتیم و بیوزن و این کسایی که در کوچه های کابل و تمام افغانستان سرگردان است، جوابگوی از این کیست؟ کلگی اینجا رهبر است، هر قدر که میکشی، هر قدر دوزی میکنی، اما که مقامت بلند میره، باز نام شخصیت سیاسی آمد،
کشت 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 خیانت کرد به ده ها کشور جاسوس شد. بازم که میه در گردن کشت و قلانت مندازن شخصیت سیاسی آمد بخیر. امارت تو خوش که یک شخصیت سیاسی آمد. اگه شخصیت سیاسی بود پس چرا جهاد کردی میماندی؟ شخصیت سیاسی در چوکی خود چشته بود میماندیش که دگام میکشت. چیغ مادمیست، فریاد مادمیست که یک محاسبه میبینین. خب ما چرا سر می حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اطفال یا باور ندارم؟ چرا؟ به خاطر اینا همی کسایی که فرار کردن که هزارا و هزار افغان کشتن کابل و ایران کردن، افغانستان و ایران کردن، میلیاردها دلار هم با خود که امروز ما که گرسنه هستیم تاثیرش امروز که پول ما رو نبردن، ولی دنمو کشورهای غربیستن خانه ها دارن. شما یک بار دوستایتان که در خارج است از اونا سوال بکنین. به من زنگ میزنه میگه من 50 سال از 40 سال از امریکا تابال خانه شخصی ندارم. این میگه دینمی فراری ها آمدن به 4 میلیون 5 میلیون دلار خانه میخرن. از کجا میکنن؟ چگونه میتونیم اینا رو پاسخگو بدانیم؟ حالا چگونه میتونیم از گریبان ما میتونیم باور کنید؟ ما میتونیم مردم چی کردین؟ ما میتونیم ما ما شروع کردیم، ما این پروسه رو شروع کردیم و ختم ما میکنیم. دیگه گردمایی ما علیه از اوناست که مردم افغانستان یخن امارت بگیره و امارت یخن از اونا رو بگیره که بیار بیار تاوان بیار. وقتی که ما از امریکایی ها، از انگلیس ها، از استرالیا و فرانسوی ها و جرمن ها از یخنشان میگیریم، هی افغان ما که به نام مسلمان رهبر تاجک، رهبر پشتون، که رهبر ازبک، رهبر ازاره، که رهبر از او و از او، شما کجا هستید؟ شما از خارجی ها کده نزد مردم افغانستان خائن تر هستین. به خاطر تمام زمینه را به تمام کشورهای که اینجا آمدن کشتن، شما زمینه را مساعد ساختین. فراتر از اینکه شما گردمایی میکنین و صدا همیشه بلند میکنین، فکر میکنین نیاز هست که میتونیم ایجاد بکنین بخاطر از اینکه که اونایی که واقعا مرتکب جنایت جنگی شدن اونا باید کمیسون اگر ما ایجاد کنم یا نهاد باشه که حداقل بتونن از همین پیش برین. همین کمیسون اگر ما هنا یک دسته نفر ایجاد بکنیم کجا رو خواهد کنیم؟ کمیسون باید فرمان بده از یک آدرس اگر باشه، از یک آدرس قوی باید آدرس اگر باشه، از یک آدرس قوی بسیار مؤثر می باشه. حداقل ببینید بریم فعلا نه بریم فعلا ما چی کدام می تانیم ببین خانه هایش نشان می تم میگم ما صاحب پیردار شاندیم که باز فلانی خان میای مالکش به جای نشه. آیا ما می تانیم کمیسون جور کنیم که او بدر بچه در چندین رسانه پیشنهاد کردم حداقل این مکتب بسازیم، این قصراره شفاخانه بسازیم. یکی از اونایی که متهم به جنایت های جنگی هستن در داخل افغانستان هم هستن، یکی بیرون رفته، اونایی که در داخل افغانستان هستن فکر میکنیم میسابیم میشن برایشان یا فکر میکنیم نه در کل همه باید نه بدادگاه کشانده شوند؟ محتمل است کسایی که جنایت کرده در طول 43 سال در هر حزب تنظیم در بین امارت هست، در بین مردم افغانستان، هر جایی که هستن، اونا باید محکمه شوند. با خاطر یک درس شوه این مردم افغانستان بفهمه که قبرستانی ها که پر است از دست کی بود و این محکمه شد. درست، حداقل یک کار خوب باید شوه. ولی بدبختانه برای فعلا ما که میبینم اون طوره که مردم افغانستان آرزو داشت که بعد از 43 سال جنگ حداقل دست ما ده یک گریبان یک نفر بفته که تابال نفت داده. ما درست است که خارجی ها را ملامت کده میریم، ولی باور به خدا کنین نی درست. هر خارجی که در افغانستان آمده پیش قدمش افغان ها بده، در سر تانک اولش هم افغان ها بده، سر تایریش هم افغان ها بده و اونا راه ها را نشان دادیشان که چگونه ما را بکشن. امروز وقتش است که مردم افغانستان با می دوستای ما کستن همصدا شوند. نمی تجارای به نام تجارای ملی است یک روز دلار 100 میسازن یک روز 70 میسازن. آرد اگر از قزاقستان 800 میخرن 3000 میفروشن. امینا حداقل مردانوار یک پول جمع بکنن برای زمین روان بکنن.
و افغانایی که در خارج هستن اینا را کمک بکنن. من زندگی امروز از افغان صاحبه که دیدم نه، باور به خدا کنین، ما گفتم هنوز افغان زنده است. سپاس گذارم. اونا میتونن که با می حالت بد خود حق خود از خارجی ها بگیرن. بسیار شکر پیگیرسه. با تاکسی بازید شما خب علی امارات اسلامی که حاکمیت داره و فکر میکنم چقدر مسئولیت داره. خب این جنگ ممکنه است از یک وضعیت جنگی هم بیرون شدیم، امنیت هم اونچنان که گفتم میشه تأمین هست. مسئولیت امارات اسلامی به خاطر ایجاد چنین یک میسون یا یک نهاد چی است تا اینکه جنایت های جنگی در افغانستان بررسی شه و عملانشان به دادگاه کشانده شه؟ گوری که حکومت تراس و حکومت د خپل اولس او د خپل ملت مسئولیت لري. خوای کاش چې دغه ژغ د ملت واورېدل سي، ای کاس چې دغه پریاد واورېدل سي. شما د روزو گذشته تاکید کردین که باید خواستر مثبت مردم شنیده شوه. مرجح کړی هر حکومت چې راغلی اولس یې وژلی دی، د اولس پر وژو باندې ټوپک کښی دی او د اولس پر وژو باندې بوج او بار سوی دی. په حکومت هیڅ نه دي سوي. اوس هم موږ دغه حکومت پرون موم هلته ژغ وکوی، اوس هم باندې ژغ کوو. تر امکان چې حد الامکان چې د دوی څومره امکانات دي، په کومه برخه کې دوی کومک کولای سي. اوس خو موږ دننه د افغانستان دننه نه د کمیسون هغه بیا څه شخصي بحث جوړیږي، که چیرې موږ په خپله افغانان یې ورسره راکش کړو، دلته روغ سړی ولاکه پاتې سي، خو ټول افغانان وژلي دي. کم یوه نه دي وژلي، یو خو دې راته ووایي ماته د دغه امارت اسلامي په شمول دې راته ووایي چې ما عام وګړي نه دي وژلي، خو ټولو وژلي دي. اوس دغه چانس دی که لازمی میتونه باشه، چون خودشون هم کشاینده میشه بعد که وضعی خطر خدا دا 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 بیا نوری خبری دی نه. دلته مستر وس هغه ځای ته نه رسیدلی چې په خپل کور کې حساب سره وکړو. خپل کور کې الته حساب کولای سو چې موږ یو قانونی حکومت چې د قانون لمخې راغلی وي او اساسي قانون ولرو، او دلته د قانوني اساسي لویه جرګه ولرو، دلته نورې جرګې ولرو، قانوني اساسي تصویب سوی وي، دلته عام اولس تر دغه چتر لاندې راغلی وي، د اولس څخه پوښتنه سوی وي. په هغه صورت کې بیا هغه عادل حکومت، هغه قانونمند حکومت د شریعت د اړخ هم که شرعي مسله وي بیعت دی د ټوله اولسونو د څلور دیرشو ولایتونو په ډاګه د یو خدای تعالی پر میدان باندې په یو دشت باندې. هغه ته زه نه ځم، هغه شرعي مسایل دي. که چیرې هغه وخت راغلی یو عادل حکومت په افغانستان کې افغانانو یو عادل حکومت پیدا کړي او یو داسې څوک یې پیدا کړي چې ږغ یې واوري، بره به انشاءالله هغه ورځ هم را روانه ده. ولې الله پاک دغه سره نه دی ملګری، د مظلوم سره ملګری دی. ولې دې د دغه انسان وینې ناکه توی کړي دي؟ او که په دې دنیا موږ ونه توانېدلو، په هغه دنیا توانیږو، هغه بې د هغه د ایمانه څه اخلي او پوښتنه به مهلته ورڅخه کېږي. اوس موږ او د خارجانو مقابله ده. موږ باید و خارجانو ته یو لاسو. په اوله ورځ موږ غږ کړی چې هغه ملي تجاران چې ډېرې پیسې لري، لکه و چې بعضې تجاران داسې هم شته په قزاقستان کې په فیسبوکو کې او ټلیفونانو کې ستا په 800 روپۍ بوری ده، څونه کریا راځي چې دلته په 1500 خرڅوي او په 2000 یې خرڅوي، کې دا کرایه څونه راځي، ګمرک څونه راځي، تیل اوس په څو دي؟ اوس په اووه اویا روپۍ. پرون ما یو لس لیټر واچول په اووه اویا روپۍ یو لیټر، کنټرول یې نشته. هلته په څو راځي؟ باید کرایه څونه ده، بل دلته په څو خرڅي؟ مسله دا ده که چیرې موږ هغسې یو حکومت دا زموږ دغه حکومت مضبوط سو او هغه ځای ته ورسېدی، شیخ صاحب محترم رالی کښېنستی په کابل کې، درست پر تخت کښېنستی، هغه سارایی الفاظ به استعمال کړو، د پاچاهۍ پر چوکۍ کښېنستی، موږ تاسې ټولو رایه ورکړله، یا د لویې جرګې، یا په بل سیستم، یا په بل سیستم، یا په بل سیستم. بره خو نو دا اولس حق لري، بره به یو عریضه ګوټې ورته ولیکو چې اوس نو تو خو مبارک سړی یې، ته خو د خدای عالم یې، ته خو په هغه د نبي پر مسله ناست یې، دغه د مظلوم ملت ږغ اوس واوره. پلانی دوغه نمړه کړه را څه، پلانی دوغه نمړه کړه، پلانی دوغه نمړه کړه، دغه ته یې زما حق راکړه، تا خو به وبخښله، دوی خو وبخښله، حکومت خو وبخښله. اوس زموږ کار د خارجانو سره دی. خارجانو ته حکومت په خپله اندازه دا ږغ بدرګه کړي، او په خارج کې چې یا په داخل کې چې هغه ملي تجاران اوسېږي، هغه دې دا د نیکزاد صاحب ناست دی، دغه وکیل اکونټ لري، بانک لري، هلته خو قانون دی، بانکي اکونټ لري، په هغه اکونټ کې دې جمع کړي، نور کیسونه دې هم دوی ورته ورکړي. دا د افغانستان د اولس لپاره یو شی دی. هغه
پرون د درقته څخه لو علاقداری و مخکې اوس ولسوالی ده د درقته څخه یو سړی زنګ راته وای دغه دوه کسان امریکایانو په درقت کې چې داسې مال د دې به بیا وروسته خبرې وکړو که تاسې چیرې شواهد لرئ یا یې هلته ورواستوو یا یې موږ ته راوئ چې موږ یې هم تر هغه ځایه ورورسوو. خو حکومت په دې کې ښه رول لوبولی شي. ولې حکومت څه موږ پیسې نه غواړو؟ حکومت تر اوسه خپله غریب په رسمیاتو نه دی پیژندل سوی، نو حکومت به زموږ څه لاسنیوی وکړي؟ اوس موږ مهم یو چې زموږ غږ راپورته شي. فرضاً موږ ځو په کندوز کې یو جلسه کوو، موږ ځو په روزګان کې یا په هلمند کې جلسه کوو، موږ ځو په پکتیا کې جلسه کوو، موږ ځو د بم ور پر ځای باندې یو جلسه کوو، پر هغه باندې یو ښه ښایسته بل نوم ایږدو. نیم ولایت انسانان په ناجوړۍ اخته سوي دي. حکومت دې زموږ سره دغه همکاري وکړي چې تر هغه ځایه موږ ورسېږو، دغه امنیت دې ونیسي، دا اجازه موږ ته راکوي انشاءالله، دا امنیت دې ونیسي او نور چې د دوی په واسه پوره وه هغه دې د ولس سره وکړي. بسیار زیات شکر فرستادم کم از پر میکردم پروتک صاحب سپاس گزارم. نگزاد صاحب، خب حالا عزیز شمایی که شما آغاز کردین این روند، در نهایت فکر میکردین کشورهای دیگر هم بالاخره حاضر میشن تا اینکه پاسخگو باشن و آنچه که در افغانستان اینا مرتکب شدن رو اعتراف بکنن، حداقل غرامت بپردازن، از مردم عذرخواهی بکنن، با توجه به اینکه آخرین موردی که آمریکا در افغانستان انجام داده حمله ای بود که برای خانه در افغانستان کردن در کابل که 10 تن از اعضای خانواده را کشتن. بله، دا موږ چې دا شروع کړم مخکم خبرو کوو چې موږ شخصي وکیل ولده. بله، دا شخصي وکیل دغه ته خلق باید موږ ته کیسونه مخته کی یاد افغانستان کې پیژنې لکه اوتاک صاحب یا پیګیر صاحب طریق نه، یا موږ ته مستقیم موږ ویبسایټ لرو، موږ ویبسایټ پانه کې د موږ تلیفون نمبر شته، هغه که د موږ ته عکسونه شواهد یا کوم دغه خپل دغه نوم و کیسونه راولیږئ، دغه ته بیا موږ وکیل کیس جوړوي، بیا دغه سره انټرویو کېږي. انټرویو نه بعد چې څومره دا کیس منلی کېږي بیا موږ یې وکیلانو ته ورکوو، بیا هغه وکیلان هلته دادخواهي کوي په هر مملکت کې. داسې نه ده چې موږ کیسونه ټول په ټول ولیږو، دا یو ځل تصفیه کېږي چې څومره حقیقت ته نږدې ده، ځکه افغانستان کې واړه کیسونه هم شته چې هغه دوی نه قبلوي، ګرچې هغه موږ ته غټ کیسونه دي خو دوی ته داسې یو بانۍ ورته لري، یو لاره ورته لري چې دا موږ نه منو، بیا هغه بیروبر کېږي باندې کار زیانمن کېږي. خو موږ کوشش کوو چې داسې کیسونه راټول کړو چې واقعا شواهد ولري، او هغه موږ زر وکړی شو چې په اوله مرحله کې هغه کیسونه ورته دوی ته وګټو. بعدی شما چی بود میبخشید؟ ما در نهایت کشور دیگر هم حاضر میشن تا اینکه معترف شوند آنچه که در افغانستان انجام دادن و پاسخگو باشن. بله، چرا نه؟ بله، وقتی که کس ظلم کرده باشه و کشور را به او رقم تر کنه که دیدن که واقعا ما دو روز بعد بعض دوست رجیم سلام علیکی کردن هم میتونستم شرم از اون مردم هایی که از تهره خود را ویزان کردن انداختن که ما خودم بخید اصلا باورم نمیشه. یعنی یا باید یک شرم فرار کردن که امو اونا قبول خو میکنن کشوره، حتی با دوزرخوی هم کنن و آینده نتونه کشور عملی خودم کنه و سر با خود یک پلان ساختگی جور کنن و به سر کشور ما عمله کنه، ولی که هر کس باشه هر کشور سپاس گذارم. بسیار زیاد شکر میگید و در آینده جرات هم نکنه توقع و مردم افغانستان هم باید هم دیگر پذیر شوند، یک دیگر بپذیره، مسائل شخصی را از منافع ملی خوبتر ندونه و جرمی که کردن و مسئله قبلا شما از تکس افغانستان کردن جرم یادن و مسئله داخلی ماست، قانون اساسی جور شد و یک کشور به رسمیت شناخته شد و باز ما میتونه ما خواهد گفته ما از خود هستن از خارجی ها که بگیریم از ما باز مسئله داخلی ماست. بسیار تشکر میمنون گرامی با آقای عبدالقیوم نکزاد، معاون نهاد بدلون خورسنگ و همچنان آقای عبدالله هوتک آقای سیاسی و همچنان آقای سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان از حضورتون در برنامه بسیار خوش آمدید و از آن بینده و این ترتیب رسیدیم به پایان محور. از حضور شما هم سپاسگزارم. شبتون بخیر.